این هفته آلرژی سنج غذا، سیب همون سیبه و پرنده‌های جعلی. آدم یادش میره یه موقع بود که اپلیکیشن تاکسی وجود نداشت. این روزا رنگ و رنگ اپلیکیشن تاکسی داریم، ولی طبعا وقتی حرف این اپلیکیشن ها میشه، اونی که بیشتر از همه به زبون میاد اوبره. 10 سال پیش که اوبر راه افتاد، تصور آدم ها را از تاکسی کاملا به هم ریخت. فکرشو بکنید در عرض چند دقیقه بشه تاکسی پیدا کرد. اون بدون شما کجایی، شما بدون اون کجاست، و حتی لازم نباشه که پول همراهتون باشه. واقعا انقلابی بود. اوبر بسیار سریع رشد کرد، جوری که ارزشمندترین استارتاپ دنیا شد بدون اینکه 1 دلار سود کنه. برعکس، اوبر در 3 ماه اول 5.2 میلیارد دلار ضرر داد. و با این حال اوبر همچنان داره کارش رو گسترش میده و اسمش روی خیلی از اپلیکیشن هایی که خدمات مختلف ارائه میدن مونده. خدماتی که روی هم به گیگ اکونومی یا اقتصاد گیگ معروف شدن. اما اوبر در خیلی از کشورها با مخالفت مواجه شده، هم از طرف راننده های تاکسی که به خاطر راهبرد قیمت‌گذاری اوبر کارشون از رونق افتاده و متضرر شدند، و هم از طرف مقامات شهری که بر سر حقوق کارگران و ایمنی مسافران با اوبر درگیرند. کارل میلر در همین رابطه با یکی از رانندگان اوبر صحبت کرد. او دغدغه‌های خودش رو داره و اینکه چطور اوبر میتونه معاش اونها رو تحت کنترل خودش بگیره. صبح دوشنبه است. قراره کمی با هادی گپ بزنیم. کار موقت یا گیگ اکونومی هم مثل خیلی دیگه از بخش‌های جهان جدید دیجیتال قرار بود رهایی بخش باشه. اپلیکیشن‌های مثل اوبر قرار بود ماهیت کار رو عوض کنن، هر وقت میخوای و هر جا میخوای کار کنی. ولی خیلی ها الان احساس میکنن که به خاطر پلتفرم‌ها و طرز کارشون یا مدلی که داده جمع میکنن و از داده استفاده میکنن، نه تنها رهایی در کار نبوده که گیر شکل جدید و مؤثری از کنترل افتادن. اولش میگفتن مشتری میرسه به نزدیکترین راننده، ولی الان فکر نمیکنم اینجوری باشه. برای اینکه مواردی بوده که مسافر نشسته توی ماشین من میخواد یه مسیر دیگه رزرو کنه و اوبر به جای اینکه من رو صدا کنه میره سراغ راننده‌ای که 5 تا 10 دقیقه با اون مسافر فاصله داره. راستش باورم نمیشه چنین چیزی درست باشه. گفتم خودم امتحان کنم. ولی من با اینکه درست کنارش نشسته بودم، یه راننده دیگر رو که چند دقیقه اون طرف تر بود صدا کردن. سیستم تازه اوبر جوریه که سعی میکنه زمان انتظار رو برای همه کم کنه، نه برای یک مسافر مشخص. در نتیجه اتفاقهایی به نظر نامعقول میفته، یعنی راننده شما بره سراغ یه نفر دیگه که زود بهش میرسه و یه راننده دیگه هم نسبتاً زود بیاد سراغ شما. گیت شدین، هادی هم گیت شده. با اینکه اپلیکیشن یه مقدار اطلاعات بهش میده، ولی باز هم درست متوجه نمیشه چه عواملی تعیین میکنه چه کاری بهت بدن. هادی میگه در 5 سالی که با اوبر کار میکرده مسافرها هی کم شدن، بنابراین الان براش مهمتر از قبله که بفهمه الگوریتم همون مشتریای کم شده رو چه جوری تقسیم میکنه، ولی نمیتونه بفهمه. کل روز میچرخی، میگه شاید اینجوری بهتر باشه و حریف الگوریتم بشی یا با معیارهاش جور در بیای، ولی باور کن نمیفهمم چی به چیه. On an average I used to work 6 to 8 hours. قبلا میانگین 5-6 روز در هفته روزی 6 تا 8 ساعت کار میکردم. الان روزا همونه، ولی ساعت کار رو بیشتر کردم. یعنی 10-12 ساعت در روز 5-6 روز در هفته. هادی میگه خودش و خیلی از همکاراش اگه همه خرچا رو حساب کنی، نهایتا به اندازه حداقل دستمزد هم در نمیارن. شده دیدم راننده ماشین رو زده کنار همونجا خوابیده. اینقدر کار کرده که از خستگی خوابش برده. اگه فکرش رو بکنین، در واقع روزی خانواده هادی و خیلی از راننده های دیگه دست الگوریتمه، یعنی حساب کتاب ریاضی بدون هیچ احساسی ولی با تبعات جدی برای آدم ها. متاسفانه ما به این الگوریتم وابسته ایم. خواستمون اینه که شفاف باشه و منصفانه عمل کنه. این مهمترین چیزه.
هادی برای اینکه بفهم ماجرا از چه قراره یه راه بیشتر نداشت، اینکه درخواست بده داده هاشو بهش بدن. منتها داده ها بدتر گیجش کرد. جیمز فرر مؤسس نهادی به اسم تبادل اطلاعات کارگران. هدفش اینه که به کسایی که در گیگ اکونومی و کار موقت کار میکنن کمک کنه از داده ها سر در بیارن. جیمز میگفت اطلاعاتی که به هادی دادن همه چی داشته، از سرعت گرفته تا باتری ماشین، ولی اون چیزهای اصلی که دنبالشه رو نداشته. از نرخ دستمزد گرفته تا زمانی که روی پلتفرم بوده و اینکه چجوری میتونه بختش رو برای درآمد بیشتر ببره بالا. راننده همیشه میخواد بدون حقش رو بهش میدن یا نه، میخواد بدون ارزش و کمیت و کیفیت کار منصفانه تقسیم میشه. اوبر همیشه به نیروی کارش یعنی راننده ها گفته که هر کس رئیس خودشه و خودش برای کارش تصمیم میگیره. عملا انگار خودش صاحب کسب و کارشه. ولی اگه این ادعا صحت داره، من راننده باید بتونم به حجم عظیم داده که هر روز دارم برای اوبر تولید میکنم دسترسی داشته باشم. سوال اینه که آیا ممکن این ماجرا به علت پیچیدگی و محرمانه بودن اطلاعات الگوریتم مربوط باشه؟ شیوهی که یک پلتفرم به طور مثال راننده و مسافر رو به هم وصل میکنه محاسبات پیچیده‌ای داره. بنابراین کار موقت یا گیگ اکونومی امروز به مراتب پیچیده‌تر از قبله و این به این معناست که سوال‌هایی مثل اینکه معیار سنجش چیه، داده چطور استفاده میشه و سرویس دهنده چجوری میتونه این استفاده رو در نظر بگیره، اینجور سوال‌ها مهمتر از قبل شده. اما یک مطالعه مشترک بین محققان دانشگاه آکسفورد و شرکت اوبر نشون داده که راننده های این شرکت میانگین بیشتر از حداقل درآمد لازم برای زندگی در لندن در میارن و عموماً راضی تر از شاغلان دیگه در این شهرن. اما منتقدان اوبر میگن باید دید آیا کل بهایی که یک راننده اوبر در این کار میپردازه در محاسبه رضایت افراد منظور شده یا نه. دقیقاً همین بحثایی که امروز در لندن میشه در دورهای مختلف در شهرهای مختلف دنیا اتفاق افتاده. احتمالاً اولین جایی که در این مورد اقدام جدی کرد کمیسیون قدرتمند تاکسی و لیموزین نیویورک بود که از اوبر خواست داده‌هاش رو تحویل بده و تا وقتی داده‌ها رو نداده بودن حق فعالیت در نیویورک نداشتن. چیزی که از اون داده ها فهمیدیم بدتر از اون چیزی بود که راننده ها میگفتن. 96% راننده ها کمتر از حداقل دستمزد نیویورک در می آوردن. ولی موضوع اینه که تا این داده ها نباشه صرفاً شواهد پراکنده داری، صرفاً روایت های شخصی از راننده ها داری که میگن درآمدشون پایینه، ولی هیچ راهی نداری که این روایت ها رو تبدیل به عدد و رقم کنی و تا وقتی عدد و رقم نداشته باشی نمیتونی سیاستی تدوین کنی که دستمزدها رو به سطحی که باید برسونه. جواب اوبر به سوال ما این بود. راننده ها قلب خدمات ما هستند. بدون راننده ها به جایی نمیرسیم. از ارزیابی درآمد گرفته تا پوشش بیمه بهتر، تلاش ما اینه که تجربه مسافر و راننده رو بهبود ببخشیم. در هفته‌ای که گذشت، آمازون از وزارت دفاع ایالات متحده شکایت و ادعا کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای جلوگیری از اینکه این شرکت یک قرارداد نظامی چند میلیارد دلاری رو بگیره، فشار نادرستی اعمال کرده. همینطور یوتیوب ویدیوهایی رو که حاوی به قول خودش توهین‌های مخرب و تهدیدات در لفافه است، ممنوع کرده. یوتیوب گفته این کار با هدف جلوگیری از صدمه به افراد بر اساس نژاد، هویت جنسی و جنسیتشون صورت گرفته. گوگل اعلام کرد که کیترین جنر، شاهزاده اندرو و بوریس جانسون از جمله افراد مشهور سال جاری میلادی بودند که بیشترین تعداد جستجو در گوگل را داشتند. جستجوهای محبوب دیگه مجموعه گیم آف ترونز، رقص فلاس و مهمتر از همه نحوه خوردن آناناس بوده. در ایالات متحده یک خودرو تسلا که به صورت خودران در حال حرکت بود با یک خودرو پلیس تصادف کرد. تسلا میگه خودرو در حالت خودران به نظارت فعال راننده نیاز داره و نباید اون رو خودکار فرض کرد. راننده گفته حادثه این تسلا مدل 3 وقتی رخ داد که او داشت به سگش که در صندلی عقب بود رسیدگی میکرد. خوشبختانه در این تصادف کسی آسیب ندید. بازی سگانه فرست پرسن شوتر بایوشاک که بیش از 33 میلیون نسخه فروخته قرار قسمت 4مش رو هم ارائه بده. سازندگان این بازی گفتند که کلی گیلمور از شخصیت‌های با سابقه در این عرصه مسئول این کار خواهد بود. و سرانجام به کمک یک سامانه مدل سازی رایانه، ساخت دانشگاه MIT از این به بعد قرار ربات‌های لرزان رو بیشتر از همیشه ببینیم.
قبلا شبیه سازی ربات های نرم برای انجام کارهای مختلف یک چالش بزرگ بود، اما پژوهشگران میگن این نمونه میفهمه که چگونه آلف فنری و کشسان میتونن به شیوه های نامحدودی جابجا بشن. این نمایشگاه در مجموعه باربیکن لندن نشون میده آموزش هوش مصنوعی چجوریه. برای ساختن الگوریتم هوش مصنوعی انبوهی عکس مثل این لازمه. نمایشگاه از سیب تا ناهمگونی به بازدید کننده نشون میده که دستبندی بعضی چیزها چقدر آسونه. مثلا سیب سیبه، بحثی درش نیست، ولی بعضی مفاهیم رو سخت‌تر میشه توضیح داد و الگوریتم هایی که میسازیم باید بتونن با این مفاهیم انتزاعی هم کنار بیان. حتی برای یک آدم هم ممکنه مشکل باشه که بگی یک مدل نقاشی یا یک آدم ناجور دقیقاً چه شکلیه. از اینجور مثال ها اینجا زیاده، ولی یک سری آدم باید این دستبندی ها رو انجام بدن و بعد از اون جوابی رو که فکر میکنن درسته به ماشین یاد بدن. مجموعه آموزشی در حقیقت یه بانک داده است که بر مبنای مفاهیم مختلف مرتب شده و برای هر کدوم از اون مفاهیم یک سری تصویر داریم. ولی هرچه در این اثر جلوتر میریم مفاهیم انتزاعی تر میشه. از سیب و آدمی که سیب میچینه و چیزهایی که به سیب ربط داره شروع میکنیم و آخرش میرسیم به مفهوم ناهمگون. مفهوم ناهمگون به نظر خیلی انتزاعی میاد و با این حال حتی مفاهیم اینقدر انتزاعی رو هم میشه در سیستم‌های فنی وارد کرد. مثلا اگر مفهومی مثل آدم بد رو در نظر بگیریم، خب این مفهوم نشانه یک جهانبینی مشخصه. نکته اینجاست که هوش مصنوعی در ظاهر چیزی نیست جز آمار و الگوریتم و فناوری، ولی در حقیقت پیش‌داوری‌های انسانی در بطن این فناوری‌ها نهفته است. مثلا فرض کنید می‌خوایم کلمه اوباما رو جستجو کنیم. اوباما به عنوان یک چهره در دسته‌های بسیار بسیار زیادی جای می‌گیره. یعنی هر توصیفی ممکنه در موردش مصداق داشته باشه. بسته به اینکه کی بسته آموزشی رو آماده کرده در دسته‌های مختلف گذاشتنش. آدم خوب، آدم بد، آدم طماع، رهبر یا بازنده. نتیجه که میشه گرفت و فکر می‌کنم مثال اوباما هم همین رو نشون میده اینه که سیستم‌های هوش مصنوعی اغلب روی یک بستر لغزنده و با تناقض‌ها و موهوم‌ها بنا میشن. خلق این تصویر با حدود 30,000 عکس کار سنگینی بوده. برای خلق این اثر عملاً نشستم 14 میلیون عکس رو که به 10,000 گروه تقسیم شده بود نگاه کردم. ایمیج نت، بانک داده‌ای که این اثر از روش خلق شده، محصول کار محقق‌هایی که اینترنت رو شخم زدن و 10,000,000 عکس جمع کردن و این عکس‌ها رو کنار هم گذاشتن و یک سری کارگر آنلاین از پلتفرم آمازون مکانیکال ترک استخدام کردن که این عکس‌ها رو در چندین هزار دسته مختلف مرتب کنن. چند سال پیش در نمایشگاه CS رفتم سراغ دستگاهی که همنام خودم بود، یعنی نیما. این دستگاه میتونست گلوتون موجود در غذا رو تشخیص بده، میتونست هر جا به خودت اون رو ببری و طبعا اگه گلوتون داشت میتونست به کاربر هشدار بده. همکارم لارا رفته سراغ نمونه کامل شده این دستگاه و دستگاه مشابه دیگه. افرادی که حساسیت خوراکی شدید دارن باید دقیقاً بدونن چیزی که میخورن چیه و چی توشه. براشون حیاتیه. در غذاهای بسته‌بندی شده، محتویات معمولاً روی برچسب نوشته شده. به علاوه یه هشدار که ممکنه رد خشکبار یا خوراکی‌های حساسیت‌زای دیگه هم داشته باشه. ولی وقتی آدم خونه یه نفر دیگه یا توی رستوران غذا می‌خوره، کار یه ذره سخت‌تره. برای اینکه اگه بخوای کاملاً مطمئن بشی که توی غذا چی هست، معلوم نیست باید چی کار کنی. ولی یه فناوری هست که ممکنه به این ماجرا کمک کنه. اسم این نیماست. یه مدلش هست که گلوتن رو تشخیص میده. یکی دیگه هست که بادوم هندی رو تشخیص میده. کلیتش اینجوریه که یه ذره از غذایی که قراره بخوری رو میذاری توی یکی از این کپسولا، به اندازه یه نخود مثلا. غذا میره داخل وسیله و با گوشی هوشمندتون سینک میشه و میتونین ببینین اون چیزی که نباید بخورین توش هست یا نه. میخوام هر دو رو با این شیرینی امتحان کنم. قاعدتاً گلوتن داره ولی قراره خشکبار نداشته باشه.
این ابزار از خواص شیمیایی مبتنی بر پادتنها استفاده میکنه. از دل یه پروژه دانشگاه MIT در اومده که قرار بوده پروتئین ها و آلرژیزاها رو تشخیص بده. الگوریتم های شرکت زبان علمی پیچیده رو تبدیل میکنه به یه شکلک لبخند که یعنی میتونی بخوری یا برعکس. مشکلش اینه که هزینه بره. هر کپسول یه بار مصرفش در حال حاضر $5. توصیه تولید کننده اینه که از این دستگاه باید به عنوان یه مرحله اضافه بر احتیاط معمولی که دارین استفاده بشه. خب، من تایید میکنم که دستگاه از این آزمایش کاملا سربلند در اومد. میگه گلوتن داره. اینجا روی دستگاه نوشته. روی موبایل هم نگاه کنین نوشته ساعت 12:30 امروز گلوتن پیدا شد. اگه بزنم روی این نوشته میتونم برای خودم یادداشت بذارم که یادم بمونه و اطلاعات رو برای بانک داده نیما هم بفرستم. طبعاً هرچه آدمای بیشتری از این ابزارا استفاده کنن اون بانک داده هم پربارتر و ارزشمندتر میشه. هم با خوراکی جامد کار میکنه هم مایع. جواب یه صورتک خندانه. دستگاه در اون آزمایش‌های محدودی که من کردم دقیق بود. ولی خب من صرفاً یه نمونه خیلی کوچیک از غذا رو آزمایش میکنم. با این فرض که مواد موجود در این خوراکی در همه جاش یکسان پخش شده باشه. یکی دیگه از مشکلات تغذیه بیتابی غذایی یا مقاوم نبودن بدن به بعضی از خوراکی هاست که با حساسیت فرق داره ولی همچنان زندگی آدم رو شدیداً متاثر میکنه. نمونه آزمایشی فود ماربل رو قبلا امتحان کرده بودم. این محصول نهاییشه. در واقع دستگاه رصد گوارشه. طرز کارش اینجوریه که توی این سوراخ کوچیک فوت میکنین و دستگاه تشخیص میده که در نفستون چقدر هیدروژن هست. علت این که هیدروژن رو اندازه میگیره اینه که اگه غذا خورده باشین و خوب هضم نشده باشه، مقدار اندکی هیدروژن وارد جریان خونتون میشه و با خون میره به ریه ها و از ریه ها به نفستون. در نتیجه میتونین بفهمین که کدوم خوراکی داره اذیتتون میکنه. بعد از اینکه دستگاه اندازه گرفت میتونین نتیجه رو داخل خود اپلیکیشن با هر داده دیگه‌ای که احیاناً از خواب یا میزان استرابتون دارین سینک کنین و با مقایسه داده‌ها بفهمین که آیا ارتباطی بینشون هست یا نه. به علاوه میتونین خودتون دستی یادداشت بردارین و مواد اولیه خوراکی که خوردین رو بنویسین. اما سوال اینه که این عدد و رقم ها در هر لحظه چقدر به کار میاد؟ به نظرم خطر این نوع جواب ها و متغیرها اینه که ممکنه باعث شه نفهمید وضعتون دقیقاً چیه و رژیم غذاییتون رو به انواع مختلف محدود کنین و ممکنه مثلا برای اینکه وزنتون زیاد نشه کمتر غذا بخورین و مشکل سوی تغذیه پیدا کنید و بدنتون از نظر بعضی مغذیهای ریز اما مهم هم کمبود داشته باشه. این ابزار یک کاربرد ثانوی هم داره که سازنده ها امیدوارن به حل مسئله کمک کنه. از این وسیله میشه برای آزمایش بیتابی غذایی هم استفاده کرد. البته لازمش اینه که مدتی چیزی نخورین و از یه حالت دیگه اپلیکیشن استفاده کنین. در عوض نمونه انسولین و لاکتوز و سوربیتول و فروکتوز برای اندازه‌گیری بیتابی های رایج روی خود دستگاه هست. به نظر میرسه هیدروژن رو با همون دقتی که در کلینیک یا آزمایشگاه یا بیمارستان با اون دستگاه های بزرگ اندازه میگرفتم اندازه میگیره. مشکل من از لحاظ کاربرد اینه که خیلی افراد باکتریای متانزا رو در بدنشون دارن. اگه یه نفر مشکل جدی در رودش داشت و همه نشانه ها رو گذاشت به حساب اینکه شکمش حساسه یا اعصابش ناراحته یا بیتابی غذایی داره ولی در واقع بیماری کرون یا التهاب روده یا بیماری سیلیاک داشت چه؟ اگه کمی سنتون بیشتر باشه و فکر کنید وقت ندارید برای مشکل شکم به پزشک مراجعه کنید ولی جایی در بدنتون سرطانی شده باشه چی؟ طبعاً این ابزارها جای تشخیص پزشکی یا بررسی محتویات خوراکی رو نمیگیره ولی ممکنه خاطر بعضی ها رو که موارد دیگه رو رعایت کردن یه درجه جمع‌تر کنه. این چند وقت ما در روی دیپ فیک یا جعل عمیق زیاد گفتیم. الگوریتمی که میتونه چهره رو از روی یک ویدیو برداره و بذاره روی یک کله دیگه ای در یک ویدیوی دیگه ای. نرم افزارش نسبتاً راحت پیدا میشه ولی یه مقدار مهارت فنی لازم داره. اما اخیراً چند پژوهشگر در اسرائیل مقاله چاپ کردن که میگه دیگه تغییر صورت رو بدون اون آموزش‌ها و پردازش‌های پیچیده هم میشه انجام داد.
ما اجزای مختلف الگوریتممون رو با تعداد انبوهی چهره آدم تربیت میکنیم، جوری که تصویر با یک آدم مشخص تطبیق داده نمیشه، با چهره هر آدمی تنظیم میشه. یکی از خطرهای اصلی این نوع فناوری اینه که اگر خیلی پیشرفت کنه که میکنه، کسانی که میخوان با اخبار اعتماد عمومی رو خدشه‌دار کنن ازش استفاده میکنن و بعد به یک عرصه دیگه ضربه میزنه. هرچه فناوری پشت ویدیوهای جعلی پیچیده تر میشه، حرف زدن جعلی هم به طرز ترسناکی واقعی تر میشه. میتونن دهن رو طوری حرکت بدن که به کلمات بخوره و خود کلمات رو هم جعل کنند. بیشتر ویدیوهای جعل ژرف با دو روش ساخته میشن. یا فایل‌های صوتی واقعی رو میبرن میذارن کنار هم، یا یه نفر صدای شخص رو تقلید میکنه، مثل این ویدیوهای محشر. Dogged by his own echolalia. Better to crumble into dust. Then wind up an impressionist. The definition of cheap thrill. Like watching farm equipment rust is watching an impressionist. در این حال نرم افزارهایی هستن که میتونن صدای شما رو گوش کنن، تحلیل کنن و بعد از زبون شما چیزایی رو بگن که نگفتید. حتی پرنده هم از این جعل صدا در امان نیستند. گزارش ال جی ریچ رو ببینید از سامست هاوس لندن و نمایشگاه هنرمندی که در یک اتاق تاریک صدای پرنده جعل میکنه. So, in this room, we've got... توی این اتاق یه طرف پرنده واقعی داریم و این طرف پرنده الکی که هوش مصنوعی ساخته. پرنده الکیه. این پرنده واقعی. اگه خوب دقت کنین صدای سینه سرخ و چیف چاف و چرخریسک میاد. الکساندرا دیزی گینزبرگ به الگوریتم هوش مصنوعیش با یک شبکه عصبی رقابتی یا همان گن آواز پرنده یاد داد. از این سیستم اغلب برای تولید ویدیوهای جعلی از ویدیوهای واقعی استفاده می‌کنن، همون چیزی که به دیپ فیک معروف شده. این اولین بار نیست که الکساندرا از فناوری برای خلق چیزی که وجود نداره استفاده کرده. توی استودیوش یک کارگردان دیجیتال هم داره. و یک منظره کامپیوتری از مریخ و حتی بوی گلی که مدت هاست منقرض شده. اما تولید صدای دروغی آواز پرنده مشکل تر از همه اینها بوده، هم از نظر فنی هم به لحاظ اخلاقی. برای تمرین کور از این استفاده می کردیم. در بعضی اپلیکیشن ها دیپ فیک عمیقا نگران کننده است. مثلا شهادت الکی مارک زوکربرگ رو که درست کرده بودن. کلمات جوری ادا میشن که انگار از دهن اون بیرون میان، در حالی که چنین چیزی اصلا نگفته. سیستم یاد گرفته تقلیدش کنه، به همون شکلی که ما در این پروژه از همون فناوری برای تقلید صدای پرنده واقعی استفاده کردیم. تقریبا مثل این میمونه که یک مداد رو بندازی زمین و انتظار داشته باشی روی نوکش بیسته. تعلیم این شبکه ها در این حد سخته. اما دیپ فیک پرنده رو چجوری میسازن؟ در قدم اول باید هزاران صدای واقعی ضبط بشه که خودش کم کاری نیست. این محصول روز اوله. هنوز صدایی که در میاد صدای قشنگی نیست. بعد همه این تکه های صدا رو میدن به یک برنامه که با خودش چونه میزنه که آیا این صدایی که تولید کرده به اندازه کافی شبیه صدای سینه سرخ هست که بگی سینه سرخ بود یا نه. روز هفتم میرسیم به چیزی شبیه به این. بعد از کلی پردازش کامپیوتری زمان بر، نهایتاً به چیزی میرسیم که کم و بیش شبیه صدای پرنده است. و در روز دهم صدای کور پرنده ها به واقعیت خیلی شبیه تره. طبعاً این پروژه یک مشکل اخلاقی هم داره. در واقع ما فناوری دیپ فیک رو با همکاریمون بهتر کردیم. محصول کارمون چیزی شده که شبیه واقعیته ولی واقعی نیست. و گوش دادن به چنین چیزی آدم رو معذب میکنه. البته کسی که به آواز پرنده ها وارد باشه میتونه صدای واقعی رو از تقلید تشخیص بده و هرچند محصول نهایی از نظر فنی واقعا دستاوردیه، ولی صداش بفهمی نفهمی عجیبه. دیپ فیک به مرور بهتر و بهتر میشه.
و احتمالاً بهترین راه مقابله باهاشون اینه که بیشتر یاد بگیریم که بتونیم چیزهای واقعی رو از جعلی تشخیص بدیم. حالا میخواد پرنده باشه یا آدم؟ به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستند. فراموش نکنید که ما در توییتر با شناسی @persianclick هستیم. همینطور میتونید از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk با ما در تماس باشید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.